یکی از موضوعهایی که در بیش از 40 سال اخیر بیوقفه مورد توجه پژوهشگران علوم اجتماعی بوده و هنوز هم هست، انقلاب ایران بوده است. انقلابی با رنگ و بوی مذهبی به رهبری یک فقیه شیعه در قرن 20، اون هم بیش از 70 سال بعد از انقلاب مشروطیتی که هدفش مدرنیزه کردن ایران بود. چرا باید نتیجه بیش از 70 سال تلاش برای تحول به جلو منجر به نظامی میشد که سعی میکند و در موارد زیادی موفقیت آمیز تا جامعه را در بعضی از شئون اجتماعی به عقب ببرد؟ آیا این از ماهیت این انقلاب برمیخیزد یا نگرش اجتماعی اقشاری که انقلاب آنها را بر مسند قدرت نشاند این راه را پیش پای انقلاب گذاشتند؟ مهرزاد بروجردی، مهمان من در این برنامه، در این خصوص کتاب و مقاله های متعددی منتشر کرده، از جمله کتاب قطوری زیر عنوان ایران پسا انقلاب، کتابچه راهنما، که چند سال قبل اون را با کمک کوروش رحیم خانی منتشر کرد. مهرزاد بروجردی استاد سابق دانشگاه سیراکیوز نیویورک و رئیس فعلی دانشکده روابط بین المللی دانشگاه ویرجینیا تک در امریکاست. آقای مهرزاد بروجردی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. متشکرم. آقای بروجردی، ایران در سال 1357 به کشوری تبدیل شده بود با درجه ای از توسعه، سرمایه‌داری در حال رشد بود، سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده بود در داخل کشور و یک طبقه بورژوازی تا حدودی نضج گرفته بود، شکل گرفته بود با نیازمندی‌های خاص خودش در اون مرحله. قاعدتا انقلاب باید در جهت ایجاد یک روبنای سیاسی متناسب با درجه رشد و توسعه جامعه اتفاق می افتاد، ولی انقلاب اسلامی شد. چرا به نظر شما؟ بله، عرض کنم که یکی از وجوه واقعا منحصر به فرد انقلاب ایران دقیقا همین مسئله است که اگر ما به تاریخ انقلابات نگاه بکنیم، انقلابات قرن بیستم همه انقلاباتی بودند که در راستای جدایی دین از سیاست قدم برداشته بودند. از شما برگردین، از انقلاب فرانسه و امریکا بگیریم بیایم به انقلابات شوروی، عرض کنم کوبا، چین، همه چیزهایی که در قرن بیستم اتفاق افتاد. تنها مورد نادری که ما داریم که یک انقلاب عظیم اجتماعی منجر شد به روی کار آمدن یک حکومت مذهبی، انقلاب ایران هست. ما در خاورمیانه کودتا، عرض کنم جنگ های به اصطلاح ضد استعماری داشتیم، ولی انقلابی در این ابعاد بزرگ که ما در سال 57 شاهدش بودیم به ندرت دیده شده. حالا در این 40 سالی که از انقلاب گذشته، به نظر من دو تا تئوری عمدتاً مطرح شده راجع به دلایل این انقلاب. دلیل تئوری اول تئوری هست که رشد سریع و ناموزون توسعه اقتصادی زمان شاه رو علت این انقلاب میدونه، به عبارتی با جابجایی های اجتماعی اقتصادی که با خودش به همراه آورد و خصلت رانتی دولت شاه. و تئوری دومی وجود داره که بیشتر تأکید رو بر عوامل فرهنگی و ایدئولوژیک میذاره. عرض کنم که رشد سریع اسلام سیاسی یا جستجوی مردم برای یک هویت جدید رو مسئول این اوضاعی که اتفاق افتاد میدونه. به نظر من اگر ما بتونیم در راستای یک تلفیق این دو تا تئوری بریم، شاید درک بهتری از اینکه چه اتفاقی افتاد 4 دهه پیش بتونیم به دست بیاریم، که یک مقدار از این تئوری‌های ساده انگارانه‌ای که ما شاهدش هستیم، مثل اینکه انقلاب به خاطر کاریزمای آقای خمینی پیروز شد یا اینکه انقلاب رو بوده شد یا تئوری توطئه وجود داشت، فکر میکنم که یه مقدار بحث واقعا از این چیزها عمیق‌تر هست. با این حال آقای بروجردی، مثال‌هایی که میارن اینه که انقلاب با خواست آزادی شروع شد، شعارهای اولیه استقلال، آزادی، آزادی زندانی سیاسی و اینجور شعارهایی بود که دلالت
دلالت بر یعنی به هر دموکراسی میکرد، ولی بعدن که انقلاب به رهبری آقای خمینی قرار گرفت رنگ و بوی اسلامی گرفت و از اون به بعد بود که اسلامی شد. کاملا درسته. من معتقد هستم که انقلاب هم به کثرت عوامل درش وجود داشت، هم تکثر مشارکت ها. گروه های مختلفی در اون انقلاب شرکت کردند با خواسته های مختلف. نیروهای مذهبی بودند، نیروهای ملی بودند، نیروهای چپ بودند و خب هر کدوم از یک طرف با دیدگاه خاص خودشون وارد اونجا شده بودند. آنچه که در انقلاب به نظر من اتفاق افتاد، اما اگر از دیدگاه ایدئولوژیک بخوایم بهش نگاه بکنیم، غلبه یک گفتمانی بود که من اسمش رو گذاشتم گفتمان بومیگرایی، که فکر میکنم خیلی فربهتر بود از تشیع. عرض کنم نقطه اتصالی شد برای گرایش های ناسیونالیستی، پوپولیستی و همچنین اسلامی که در جامعه ایران تعلق داشت. به عبارتی شما ببینیم وقتی برمیگردیم به روزهای اول انقلاب و میبینیم مثلا جبهه دموکراتیک ملی چه خواسته هایی داره، جبهه ملی چی میگن، عرض کنم زنان اومدن تو خیابان ها چه خواسته هایی دارن و بعد حکومت چه شکلی میاد و این خواسته ها رو رد میکنه با علم کردن یک گفتمانی که گفتمان خیلی ضد غربی هست، ضد وابستگی هست، خیلی طرفدار جهان سوم هست و این میشه یک چماق ایدئولوژیکی بر ضد دیگران برای بیرون راندن یا به حاشیه راندن این نیروها. پس اگر ما به تاریخ انقلاب نگاه بکنیم، برخلاف تاریخ نگاری جمهوری اسلامی که معتقد همه چی به خاطر اسلام بوده، من فکر میکنم به هیچ وجه چنین چیزی نبوده. آنچه که در انقلاب اتفاق افتاد این بود که ظفرمند شدن نیروهای مذهبی به خاطر واقعا یک سلسله امتیازاتی بود، برتری هایی بود که اونها داشتن نسبت به دیگران. برای مثال شبکه سازی مهمی که در کل کشور داشتن، روحانیونی که میتونستن برن بالای منبر و مردم رو به طرف خودشون بشورن، در حالی که مثلا گروه های چپ سیاسی عمدتا در شکل گروه های چریکی زیرزمینی بودن که بنابراین امکانی برای تماس عمیق و ارگانیک رو با اقشار عمده اجتماع نداشت. حالا اینو قبول دارید که به اصطلاح خواست آزادی در بدو شروع انقلاب یک خواست همگیری بود تا حدودی؟ دلیلش هم اینه که وقتی که آقای خمینی هم حتی دیگه رهبریش به عهده گرفته بود و در پاریس بود، اونجا هم صحبت هایی که در مصاحبه هایی که میداد، از جمله در مصاحبه که با یه خبرنگار فرانسوی کرد، وقتی از سوال شد که این جمهوری اسلامی شما به چه شکله، گفت با این جمهوری فرانسه هیچ فرقی نداره. یعنی بایستی خواست دموکراسی خواهی در ایران در اون مقطع لااقل اونقدر قوی بوده باشه که آقای خمینی ناچار باشه همچین جوابی بده. بله کاملا درسته. چون ببینید یکی از نقطه های اشتراک تمام نیروهایی که در انقلاب شرکت کردند این مسئله خصلت ضد دیکتاتوریشون بود که فکر میکردن شاه خیلی قدرت رو در دست خودش داره و اینها باید با این مسئله مبارزه بکنن. متاسفانه کلام و قولهای آقای خمینی با آنچه که در پاریس گفت و آنچه که در تهران گفت لزوماً با همدیگه یکسان نبود. و به علاوه شما ببینید بعد از انقلاب ما یک مجلس خبرگان قانون اساسی داشتیم که یک سندی رو امضا کردن که واقعاً شد یک سند عجیب ایدئولوژی، یک سندی که در وقتی که شما قانون اساسی رو نگاه میکنین تناقض های این قانون اساسی واقعا چشمگیر هست. در یک بندش میبینیم که قدرت رو ناشی از اراده مردم میبینه و از سوی دیگه در بند دیگری از این صحبت میکنه که قدرت متعلق به خدا و نمایندگان آن در روی زمین هست که به روحانیت اشاره میکنه. به عبارتی اگر بیایم به نظر من بخوایم برای یک مقایسه تاریخی بکنیم، بیایم برگردیم از خودمون بپرسیم که اصول بنیادین انقلاب مشروطه چه بود و بعد از انقلاب چه بلایی به سرشون اومد. به نظر من انقلاب مشروطه واقعا سه تا اصل اساسی داشت. یکی مسئله حاکمیت ملی بود، یکی مسئله تفکیک قوا بود و سوم توان مجلس بود برای قانون گذاری. خب
حالا ببینیم با این سه اصل چه رفته در بعد از انقلاب. حاکمیت ملی که به اصطلاح اراده مردم بود و همون مسئله دموکراسی که شما فرمودین و این مسائل بود، متاسفانه تحت شعاع تئوری ولایت فقیه قرار گرفته و اینکه خلاصه حضرت آقا چه میخواهند و مردم باید به اون شکل عمل بکنن. تفکیک قوا با به وجود آوردن نهادهای عجیب و غریبی که باز هم منحصر به فرد است در ایران، مانند شورای نگهبان، تشخیص مصلحت، عرض کنم نمایندگی های رهبر و غیره و غیره، اون تفکیک قوا هم واقعا اون اصل متاسفانه نقض شده. و بالاخره قدرت مجلس برای قانونگذاری، ما متاسفانه امروزه با یک مجلسی هستیم که بیال و دم هست، عرض کنم که نمایندگانی مطیع. اگر انتقاد بود زمان شاه که دو حزب داریم که دو حزب بله و بله قربان هستند، حالا هم بحث به اینجا رسیده متاسفانه که نمایندگان مجلس حتی اگر در حین مذاکرات مجلس حرفی بزنن که به خوشایند رهبری نباشه، شورای نگهبان میتونه این افراد رو برای دوره بعد رد صلاحیت بکنه. بنابراین این اصلا متاسفانه زیر پا گذاشته شد. خب حالا آقای بروجردی، ما در سالهای به اصطلاح که منجر به انقلاب شد، ما حرکت‌های مستقل از روحانیت در بین به اصطلاح بورژوازی شهری و صنعتی ایران می‌بینیم برای تغییر مدل سیاسی حکومت که متناسب باشه با وضعیت اون روز جامعه ایران؟ من فکر می‌کنم که اون حرکت‌ها شده بود، بله. به هر حال ببینید واقعیتش این است که بخش خصوصی در زمان شاه داشت رشد می‌کرد، عرض اندام می‌کرد، تماسش رو با دنیای خارج به اصطلاح بیشتر کرده بود و غیره. از لحاظ اقتصادی امتیازاتی به اونا داده شده بود که پول نفت این رو امکان‌پذیر می‌کرد، ولی به نظر میاد که متاسفانه به خاطر حساسیت‌های سیاسی که بعد از مسئله 28 مرداد به وجود اومده شده بود، شاه حاضر نبود که لزوماً دست این طبقات رو برای قدرتگیری بیشتر سیاسی هم باز بگذاره. بنابراین یک تناقضی در یک سیستمی به وجود اومد که به نظر من پاشنه آشیل شاید انقلاب رو هم بشه در این دید. تئوری من این هست که در آنچه که در ایران دهه 1340 و 1350 اتفاق افتاد این هست که روند سکولاریزاسیون به عنوان یک فرایند اجتماعی اقتصادی بسیار جلوتر بود از رشد سکولاریسم به عنوان یک نوع آگاهی. به عبارتی پس شما میتونستین نهادهای جدید برای لازمه سکولاریزاسیون هستن رو به وجود بیارین، ولی لزوماً اون آگاهی که باید پا به پای این حرکت میکرد این عقب بود، تجدید شده بود در این امتحان و این فضایی رو باز میکرد که به خصوص نیروهای مذهبی بتونن ازش استفاده کنن. بله، شما اشاره کردید به مسئله این که روند سکولاریسم در کشور جلوتر از به اصطلاح فرهنگ سکولاریسم بود به نوعی در داخل کشور. این مسئله است که شما در کتاب روشنفکران ایرانی و غرب مطرح میکنید و شما میگید که روشنفکران ایرانی، حالا نقل قول میکنم از شما، نه تعهد ترک ها را به سکولاریسم دارند و نه پشتکار روشنفکران ژاپنی و هندی برای ترجمه متنهای اروپایی. به عبارت دیگر همون فرهنگ سکولاریسم حتی در بین روشنفکرای ایرانی هم فرهنگ غالب نیست. آیا این همون عاملی هست که سبب این که انقلاب این رنگ و بو رو به خودش بگیره و همون بومیگراییه که شما مطرح میکنید؟ بله، من فکر میکنم واقعا این یه نقش مهمی باشه. شما ببینید اگه ما برگردیم به همون دهه 1350 و مثلا مباحث همین سکولاریسم رو شما بیاین در ایران مقایسه بکنین با کشورهای مانند هند یا ترکیه یا حتی مراکش، ببینین که اونها چقدر سطح بحثشون از ما جلوتر هست، چقدر بحث سکولاریسم رو جدیتر باش کشتی فکری گرفتن، به عبارتی به خاطر اینکه بسیاری از اون متونی که لازمه کار بوده، حالا در مراکش فرانسه زبان یا در هند انگلیسی زبان و غیره، سبب شده بوده که اینها بیان و این روشنفکرانشون این کشتی های فکری رو بکنن. در حالی که در ایران ما داشتیم چیکار میکردیم؟ ما دوتا قرآن سیاسی آن نسل
کتاب غربزدگی آقای آل احمد بود و نوشته های آقای علی شریعتی راجع به بازگشت به خیشتن بود که به نظر من جاده صاف کنه این بحث بومیگرایی شدن که خدمتتون گفتم. از طرف دیگه هم به نظر من یه اتفاق دیگه هم در بخش روحانیت افتاد. ببینید جغرافیای گفتمان روحانیت هم در اون برهه از زمان عوض شد. یعنی روحانیت به جای اینکه به مسائل دیروز آنجا و آنها بخواد به اصطلاح سرگرم باشه، توجهش معطوف شد به مسئله امروز اینجا و ما کی هستیم و غیره. اشخاص مثل آقای مرتضی مطهری و نوشته های این نوع افراد رو که میبینین که واقعا سعی میکنن که یک تغییری در اون گفتمان کلی روحانیت ایجاد بکنن و به هر حال حرفی برای گفتن داشتن. به نظر من متاسفانه چون عمده روشنفکران سکولار ما هم در دام این بحث بومیگرایی افتاده بودن، نتیجه آن شد که مخرج مشترک و بچه اشتراک زیادی رو بین خودشون و نیروهای مذهبی ببینن که منجر به انقلاب 57 شد. خب بعد از انقلاب شما صحبت از این میکنین که به هر حال اون فضای روشنفکری متحول شد. شما در فصل هفتم از کتاب روشنفکران ایرانی و غرب می‌نویسید که قصدتون در این فصل تصحیح نادرستی‌های رایج در خصوص فرهنگ روشنفکری ایران در سال‌های بعد از انقلابه و بعد به بحث‌های رایج اون زمان می‌پردازید در خصوص هم نگاه به غرب و هم جدل بین فقه سنتی و فقه پویا و عمدتاً بر نظریات متضاد رضا داوری اردکانی و عبدالکریم سروش تکیه دارید. تصحیح شما هم اینه که برخلاف نظر رایج انقلاب فضای روشنفکری ایران را فعال تر کرد و سوال من اینه آقای بروجردی که ثمره این جدل ها در سال های 50 و 60 خورشیدی چیه و اون بحث و جدل ها به کجا و به نفع چه نظری ختم شد؟ بله ببینید، من فکر میکنم یک درک نادرستی در بین عامه مردم وجود داره و اون اینکه فکر میکنن استبداد حکومتی به معنی این هست که کاروان فکر از حرکت میسته. من فکر میکنم آنچه که در بعد از انقلاب صورت گرفته واقعا بهترین نافی این نوع تئوری هست. ما با یک استبداد شدید حکومتی در جمهوری اسلامی روبرو بودیم، ولی من به نظر من از لحاظ فکری این جامعه بسیار بسیار نسبت به آنچه قبل از انقلاب بود متحول شده. سطح بحث‌های روشنفکری بسیار بالا رفته، خبرنگاری بسیار جدی در جامعه به وجود اومده، نهادهای مدنی به وجود اومده که امروزه وقتی شما میبینید توی جامعه مثلا مردم حساسیت پیدا میکنن در رابطه با مسئله محیط زیست، در رابطه با خشونت نسبت به حیوانات، در رابطه با کودکان کار و مسائل مانند اینها که بیان دغدغه های اجتماعی هست، برای من این نتیجه گیری رو میاره که آنچه اتفاق افتاد این بود که حکومت جمهوری اسلامی آن ادعایی رو که داشت واقعا زیرش به قول معروف زایید و نتونست این کار رو انجام بده. این شعار که اسلام پاسخ همه چی رو داره، ما واقعا اوریان شدن فقر فکری این نظریه رو دیدیم. حکومت جمهوری اسلامی هیچ مدلی برای حکومت نداشت. 4 دهه هست دارن در ایران حکومت میکنن به روش آزمون و خطا و در این رابطه سرمایه عظیم اجتماعی رو برباد دادن که اون هم همون حس اعتماد مردم باشه که آخرین نمونهش در رابطه با مسئله زدن هواپیما و غیره بوده. امروزه فکر میکنم که حتی در میان بسیاری از کسانی که از طلایه‌داران و معتقدین به جمهوری اسلامی بودن، این فکر شکل گرفته که نه بابا، داستان به همین آسانی هم که ما فکر میکنیم نیست که شاه فاسد بوده بره بعدش بیاد هر کس بیاد بهتر هست و روحانیت میاد و اینها با علم مخالفتی ندارن، میذارن آدمای متخصص سر کار باشن و غیره و غیره. هیچ کدوم از این چیزها به منزل ظهور
نرسید و فکر میکنم که امروزه برای بسیاری از مردم، حتی افراد معتقد اسلامی هم به این نتیجه رسیدن که بابا این منطق جدایی دین از سیاست یک حرف منطقی هست. چرا؟ چون دین استفاده ابزاری ازش شده در این 14 و نام بدی رو از خودش به جا گذاشته. بنابراین انتظار من این هست که امروزه با هر آنچه گذشت، با این کشتی فکری که روشنفکران و افراد آگاه جامعه مجبور شدن با خودشون بگیرن، برای مثال در رابطه با اعدام‌های سریع که بعد از انقلاب شد، در رابطه با حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و ملی و غیره، شما سطح بحث‌ها رو امروز نگاه بکنین با آنچه که 14 پیش وجود داره، اینها جای امید میذاره برای من که فکر میکنم که درست بهای زیادی رو این جامعه بابتش داده در این 14، ولی از یه سوی دیگه میبینیم که یک نوع به اصطلاح عقلانیت منطقی هم داره حاکم میشه در بین مردمی که به نگاه پوزخند، با عدم اعتماد، با عرض کنم که شوخی لطیفه گفتن در رابطه با کارنامه جمهوری اسلامی به عملکرد دولت مردان نگاه میکنه. آقای بروجردی، امروز هم ما میبینیم در درون خود حکومت آدمایی که به اصطلاح خودشون خودی هم هستند صحبت از این میکنن که ما به دوران شاه برگشتیم و خیلی مقایسه های زیادی میکنن، از جمله مسیح مهاجری که مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی هم هست در مصاحبه گفت که ما شاه شده ایم و انگار که آقای خامنه ای تبدیل به شاه شده و تمام مسئولان و از جمله پارلمان به شکلی هم خودتون هم اشاره کردین، بحث سر اینه که اون زمان بین دو حزب مردم و ایران نوین بود که چه کسی منویات ملوکانه رو بهتر اجرا میکنه و حالا هم به همین شکل در جریانه که چه کسی منویات رهبر جمهوری اسلامی رو اجرا میکنه. به نظر شما این مقایسه درستی از نقطه نظر به اصطلاح تحولات اجتماعی؟ به نظر من کاملا درسته و من حتی جلوتر میرم و میگم که قدرتی که ولی فقیه در ایران داره به مراتب بیش از آن چیزی بوده که شاه داشته در قبل از انقلاب. این نهادهایی که به وجود اومده در همون کتاب ایران پسا انقلاب که شما ازش نام بردین، من سعی کردم این چیز رو نشون بدم که چه تعداد مشاغل مهمی در این مملکت هستند که شخص رهبر به تنهایی افراد رو به کار میگمارن، به چه شکلی از نهادهای و شیوه های رسمی و غیر رسمی استفاده میکنن برای اینکه حرف خودشون رو جلو ببرن. شما برین نگاه بکنین به پیشینه، برای مثال بسیاری از کسانی که امروزه در مجلس خبرگان هستند و میبینین که این افراد یه چیزی حدود 60% بنابر تحقیقی که من کردم کسانی هستند که یا نماینده رهبر بودن در نهادهای مختلف یا امام جمعه هایی هستند که ایشون شخصا اونها رو انتخاب کرده و همین افراد هستند که در انتخابات محدودی فیلتر شده مجلس خبرگان کسانی هستند که بعد به اون مناسب میرسن و به اصطلاح رهبر بعدی و مسائلی مانند این رو تعیین میکنن. بنابراین قدرت ولی فقیه چه زمان آقای خمینی و چه زمان آقای خامنه‌ای به نظر من بسیار به مراتب بیش از زمان شاه است. زمان شاه. حالا شما اشاره کردید به اینکه به هر حال روند جامعه حتی در بین افرادی که در گذشته تا چند سال پیش هم اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی داشتن، حالا این روند پیدا شده که اغلب اینها معتقد به جدایی دین از حکومت شدند و این خیلی بارزتر از گذشته است. حالا با این صحبت ها شما آقای بروجرد به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی سیاسی فکر میکنید که ایران در آستانه یک تحول سیاسی اجتماعی دیگری است؟ اگه منظورتون از تحول عظیم مسئله انقلاب باشه، به نظر من نه.
ما شاهد انقلاب نیستیم. اونم حقیقتا دلایل مختلفی به نظر من میرسه که بر اساس تئوری‌های علوم اجتماعی خدمتتون میگم. ببینید ما وقتی به انقلاب ها نگاه میکنیم، یکی از پیش شرط های هر انقلاب جدا شدن بخش قابل توجهی از نیروهای حاکم هست از حکومت. یعنی شما باید داشته باشین کسان تعداد زیادی از قشرهایی مانند ارتش، سپاه، روحانیت، کارمندان دولت و غیره که بخوان از این حکومت ببرن، به مخالفین بپیوندن تا شما بتونین شرایط یک انقلاب رو مهیا ببینین. من این چیز رو نمیبینم. آنچی که به نظر من اما داره در ایران وقوع میپیونده این هست که شکاف میان حکومت و جامعه هرچه بیشتر و بیشتر داره عمیق‌تر میشه. در این 40 سال در ایران یک سری تحولات اجتماعی صورت گرفته که جمهوری اسلامی واقعا نمیدونه با اینها باید چه کار بکنه. سه تاشون رو خدمتتون بگم. ببینید این جامعه ای هست که در عرض این 40 سال بیش از هر زمانی در طول تاریخش باسواد شده، بیش از هر زمانی در طول تاریخش شهرنشین شده و ضمناً با یک میانگین سنی در حول 28 تا 30 سال، یعنی با یک جامعه جوان هم ما سر و کار داریم. شما این سه تا عامل رو بذارین کنار هم دیگه، یک جامعه جوان، تحصیل کرده و به اصطلاح شهری، خب چه اتفاقی میفته؟ خواست این افراد از حکومت بالا میره، درسته؟ و آنچه که احتیاج دارن، نیازهای این جامعه هست، بالا میره. متاسفانه جمهوری اسلامی نتونسته به این مسائل پاسخ بده. ببینین هر انقلاب به نظر من عمر سالمش بیشتر از 15 سال ادامه نباید داشته باشه. چرا؟ چون درست مترادف هست با رشد کردن یک نسل جدید. ما 41 ساله که این آقایان دارن در شیپور انقلاب میدمن و برای همین هم است که ما امروزه با یک انقلاب خسته روبرو هستیم که مردم رو مانند گذشته نمیتونه بسیج بکنه، به خیابان بیاره و غیره. یعنی انقلاب اون حرمت و چیزی رو که برای بسیاری از طرفدارانش داشت در این 14 دهه این نیرو رو از بین برد. خیلی متشکرم آقای مهرزاد ورودی از حضورتون در برنامه. سپاسگزارم از شما.